سلام، از ادب و احترام دارم خدمت همیشون بچه های عزیز و خانواده محترمتون. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و ایام بکام. بچه ها، امروز رو با توجه به قولی که حالا تو چند جلسه گذشته دادیم، ولی متاسفانه اینقدر صحبت ها زیاد بود که به قول معروف فرصت نشد که بهش بپردازیم، امروز رو یک تایمی رو میخواییم اختصاص بدیم به سوالات شما عزیزان که میتونید بپرسید. انشالله تا اونجایی که زمان یاری کنه سعی میکنم که سوالاتتون رو جواب بدم. ولی قبل از اینی که شروع بکنیم، قبل از اینی که به قول معروف حالا برای بچه ها همشون بیان و سلام ارادت، قبل از اینی که برای بچه ها همه حاضر بشید و اینها، یه دو تا نکته رو خیلی دوست دارم که بهتون بگم. یک نکته اینه که یه وقتی خوبه بچه ها آدم یادآوری کنه گذشتش رو. ببین، درسته که ما 3 هفته بعد بر فرض مثال کنکور داریم، درسته که ما 9 و 10 کنکور داریم، خیلی نزدیک شده، ولی یه سوالی ازتون دارم. پارسال موقع کجا بودیم و پارسال موقع چه انرژی رو داشتیم؟ پارسال موقع چه تصمیمی داشتیم؟ پارسال موقع چه تفکری داشتیم؟ اون تفکره چرا رفته رفته کم شده؟ اون انرژی کم شده؟ اون ارادت، اون به قول معروف حال خوشی که داشتیم کم شده؟ گرفتی چی میخوام بهتون بگم؟ من ازتون خواهش میکنم اگر دلتون میخواد تو این 3 هفته اتفاق خوبی براتون بیفته، اول از هر چیزی فکر کنید پارسال همین موقع است. الان کسی موفقه بچه که روحیش خوب باشه، امیدش خوب باشه، انرژیش خوب باشه، تفکر پارسال همین موقع رو داشته باشه؟ فکر نکن تموم شد، فکر نکن به قول من گذشت همه چیز. نه، هنوزم 3 هفته باقی مونده و به قول معروف 1 ساعت هم 1 ساعت، شاید من بتونم تو 1 ساعت 2 ساعت 1 تست 2 تست رو بتونم تو کنکور جواب بدم که همون نتیجه رو عوض بکنه. انشالله، امید به خدا، حتما همینطوره. درست شد. ازتون خواهش میکنم با همون انرژی پارسال همین موقع، با همون حال خوش پارسال همین موقع، این 3 هفته رو هم سعی کنیم که بگذرونیم، کمتر از 3 هفته رو سعی کنیم که بگذرونیم که انشالله امید به خدا به سلامت برسیم به اون مقصد و مقصودی که تو ذهنمون است. این به عقیده من بهترین چیزیه که شما الان میتونید به خودتون بدید. نکته بعد، حالا قبل از اینی که شما عزیزان سوالاتتون رو مطرح بفرمایید، ببینید بچه ها، خیلی ها تانو ما چون هر روز لایف داریم تقریبا صحبت میکنیم، گپ میزنیم، که البته از دیروز قرار رو بر این گذاشتیم که به هیچ بچه من الوجود دیگه لایف های صبح رو سیو نکنیم که یه بهونه ای بشه. حالا دوستایی که پیگیر این ماجرا هستن حتما 6:30 صبح در خدمتشون باشیم، غیر از روزهایی که بچه ها امتحان دارن که حالا 2 تا بیشتر نمونده، واسه بچه های تجربی یه دونه، واسه بچه های ریاضی 2 تا و برای انسانیای عزیز. عرض به حضور منورتون بکنم. ببینید بچه‌ها، یک نکته‌ای رو داشته باشیم، چون خیلی ازم تو دایرکت میپرسید، برای بچه‌هایی که مثلا یه مقدار دیرتر حالا شروع کردن، یه مقدار شاید ضعیف‌تر عمل کردن، حالا هر چیزی. به هر حال ببین، ما حق نداریم امید کسی رو بگیریم، حق نداریم به کسی بگیم نمی‌شود فلان و اینا، نمی‌خوایم من واردش بشیم. به هر حال تلاش تو و لطف خدا کنار هم دیگه میتونه نتیجه رو برات رقم بزنه. ولی ماجرایی که این مسئله مطرح هست اینه که هنر تو اینه که تو بتونی از حداقل امکانات بیشترین بهره رو ببری. درست شد؟ براتون سوال پیش میاد چه کار کنیم چه کار نکنیم؟ برای بچه‌ای که مقداری ضعیف‌تر عمل کردید، متاسفانه برای بچه‌ای که دیرتر عمل کردید، برای بچه‌ای که اون کیفیتی که کارتون باید می‌داشت و نداشته تا الان، تنها کاری که میتونید بکنید، ببینید متناسب با اینی که الان من بخوام اینجا بیام بنویسم این زیست بخون، این شیمی بخون، این فلان بخون، اینا رو ولش کن، اینو هم تو میدونی هم من. چون دیگه ببین، یه موقع هستش که آدم در کنار به قول معروف روزمرگیش باید یک برنامه‌ای داشته باشه که بخونه توش، ولی الان دیگه یه شرایطیه که شما در کنار خوندنت باید یه کمکی استراحت بکنی. ببین، برنامه تعریفش اینه که تو یک زمان زیادی داری، ما میگیم اینقدرش رو درس بخون، ولی برعکسش الان چه شکلی؟ شما در کنار برنامه ریزی که داری، در کنار مطالعه ای که، در کنار ساعاتی که باید بذاری بر درس خوندنت، یه وقتایی رو هم یه نهاری بخوری، یه استراحتی بکنی. پس دیگه نوشتن توش جایز نیست. ولی یک چیزی رو مد نظر داشته باش، همه ما این رو میدونیم که یه حجم قابل توجه و اعظمی از کنکور از سال 12 داره طرح میشه. درست شد؟ خیلی از شما هم اومدید به قول خودمون
از امتحانه ترم عبور کردید و انرژی گذاشتید، دوازدهمتون رو جمع و جور کردید. الان اگر دلت میخواد یک نتیجه درست تر بگیری نسبت به الانی که هستی، بیا رو سرفصل‌های دوازدهمت مانور بده. حالا از روی آزمون یارها کمک بگیر، مرتبا آزمون بزن. بعضی از بچه‌ها میگن آقا ما که هنوز تموم نکردیم کارمون رو، هنوز به قولم خیلی از چیزا مونده، چجوری کنکور بدیم؟ ببین بچه جان، تو که خودت واقعیت رو میدونی، منم که میدونم و دارم من بهت میگم، کنکوری که تو میزنی بر فرض مثال 1400 داخل 1400 خارج 99 98، این کاری رو که تو داری انجام میدی قربونت بشم، این تشکیل شده از 3 تا پایه 10 11 12، توی هر درسی هم تشکیل شده از فصلهای مختلفه، درست شد؟ بیا یه دونه کنکور بده، یه دونه کنکور 1400 مثلا 1399 98، یه داخل خارج سنجش گزینه دو قلمچی، یه دونه آزمون بده بذار جلوت، ببین تو هر کدوم از فصل چند مرده حلاجی. بر فرض مثال دارم عرض میکنم، یک درسی رو در نظر بگیر که 10 تا فصل داره، درست شد؟ از این 10 تا فصل میبینی 3 تا فصلت رو به شفاست، به اصطلاح اوضاع احوال توش خوبه، یعنی از پسش میتوانی بر بیایی، منظورم نیستش که 100% میتونی همه رو بزنی، ولی 3 تا 4 تا فصلش اوکی تره، 2-3 تا درسش متوسطی، یعنی همش با شک و اما و اگر هست، 3-4 تا 2 تا فصلت رو هم ضعیف ضعیف توش عمل کردی، یعنی اصلا نیست برات، درست شد؟ اول قدمی رو که برمیداری باید بری رو فصلهایی که اوکی هستی توش، ببین اوکی که صد نشه که فایده ای نداره، اینی که من بگم من اینو بلدم که فایده ای نداره، بلدی یعنی تستاشو بتونم همه رو بزنم. توصیه‌ام بهتون اینه، برو بچه‌ها خواهش می‌کنم روی نقاط قوتتون تمرکز کنید، شما رو به خدا نیمه خالی لیوانه رو نگاه نکنید، فایده ای نداره دیگه بابا، تو این هم مدام ماشاءالله همه تو خودتون مشاورید، میدونید چی دارم بهتون میگم، روی نقاط قوتتون حرکت کنید، روی داشته هاتون مانور بدید بچه‌ها، رو فصل هایی که بلد هستید بیشتر تمرکز کنید، رو فصل هایی که بلد هستید بیشتر تمرکز کنید. ببینید چند باره دارم بهتون میگم، من باب مثال عرض میکنم خدمتتون، تابه داریم، حد داریم، مثلثات، مشتق، کاربرد، احتمال، لگاریتم، الگو دنباله، معادل نامده، الا ماشاءالله، درست شد؟ میبینی آقا توی این مثلا چند تا فصل بر فرض مثال تابع و مثلثات و حدت خوبه، ولی تو نگران مشتق و کاربرد و مشتقتی، نگران احتمالی هستی که اصلا هیچی به هیچیه، در صورتی که من میگم این غلطه، آقا اونو بذار کنار، تابع و حد و مثلثی رو که میتونی بزنی رو حتما حتما به دست بیار تو این مدت، زمانی که روی فصلهایی که اوکی هستی مانور بدی. بابا جان من به سخت‌ترین یا آسان‌ترین سوال به یه اندازه امتیاز میدم، مگه مثلا دارم بهت میگم یه سوال سخت کاربرد و مشتق با یه دونه سوال آسان الگو دنباله مگه تفاوت امتیاز داره؟ نه، ولی افسوس جایی اتفاق میفته که من فصلی رو میتوانستم ولی نزدم، اومدم وقت و انرژیم رو گذاشتم رو اون فصلی که توش میترسیدم، توش به قول معروف اون احساس اعتماد به نفس نداشتم، سوادر نداشتم. این میخوای وقت بذاری که چی بشه؟ آقا چه فرقی میکنه که تو سر جلسه کنکور احتمالی رو که اصلا توش نبودی رو نتونی بزنی، یا تابعی رو که بلد بودی رو نزدی؟ فرقش چیه؟ ولی فرقش اینه که تو میای بعد کنکور میزنی میگی آخ میتونستم بزنم. این 1001مین بار، چون خیلیاتون تو لایف ها هستید و حرف ها رو میشنوید اونجا، چند بار اینو گفتم بچه ها، هر چیزی که از قبل کنکور گوش کنید، بعد کنکور بگید درست میگفتی، فایده ای نداره دیگه. این تکه کلام منه، فکر کنم 1000 بار از من شنیدید آقا راست میگفتی راست نمیگفتی، دیگه فرقی نمیکنه که من راست میگفتم یا نمیگفتم، معلومه که من راست میگم، ولی چه فایده ای داره؟ چه تفاوتی تو کارنامه تو ایجاد میکنه؟ هیچی. چه فرقی تو کارنامه تو ایجاد میکنه؟ هیچی. که تو فردا بگی آره آقا من تسلیمم، راست میگید. گرفتی چی میخوام بهتون؟ ازتون خواهش میکنم، استدعا دارم، فصلهایی که اوکی هستید رو برید توش بچه ها. ببینین یادتون باشه، تو زمانی میتونی بگی من فصل رو دیگه اوکی اوکی هستم که از هر زاویه‌ای بهش نگاه کرده باشی، سوال توش طرح کرده باشی. عرض کرده بودم سوالاتی که با سواد تو با توان تو همسو هست تو المپیاد رو پیدا کن، طریقه حل شدنش رو بخون، خودت سوال طرح کن. ببین من براتون مثال زدم، باز هم مثال میزنم، ببین این قندونه، اینو بگیر از زوایای مختلفش نگاه کن، نه اینی که تصویر قندونه ببینی فقط. ما زمانی که تست میزنی بچه ها انگار عکس منظره رو داریم میبینیم، در صورتی که من میگم آقا برو توی اون فضا، بدو چمنش رو ببین، گلش رو ببین، درختش رو ببین، همه چیزش رو ببین، لمس کن. زدن تست یعنی چی؟ یعنی یه چیز تکراری کاری که همه دارن میکنن، ولی من میگم ببین اون فصل رو که توش ادعات میشه اوکی هستم، اون نظر افسوس دلت بشه بعد کنکور، حیفه. یکی از دوستا همین الان از من پرسید آقا مطالب جدید، نسیم جان بچه ها من
یک بار دیگه عرض میکنم چون مطمئنه همینجوری اضافه میشیم و من اینو چندین بار بهتون میگم. امروز رو دو دقیقه دیگه صحبت میکنم، بعد دیگه میریم سر وقت سوالات شما. هر سوالی که دارید مطرح بفرمایید، بعد از اتمام صحبت‌های من اون موقع شروع میکنیم با هم دیگه گپ و گفت زدن. ببینید بچه‌ها، پس قرارمون بر این شد اگر یه کسی عضو احوال خیلی خوبی ندارد بیاد میگه از کجا شروع کنم، تو این مدت چه کار کنم، روی دوازدهمت که تازه امتحان دادی مانور بده، اصلا نرو بیرون این بابا، نرو بیرون این ماجرا، حرف منو گوش بده. تو باب مثال دارم بهت میگم، 10 تا درس دینی داریم مال دوازدهم که تازه خوندیش، اونو بهش بپر، اون هنوز تو ذهنته. ببین تست میوه درخت تشریح دیگه، نه یعنی تشریح اون ریشه‌شه که تو زمینه، یعنی تو اول باید تشریح رو بلد باشی که بتونی تست بزنی. خیلی میگن تکنیک تست زدن، بله ببین این به این معنی نیستش که تو عجیب عجیب بکن اینو بزنی اونو بزنی، نه، بعد از سواد این تکنیک به دردت میخوره. یعنی چی؟ یک تکنیکی داره که سواد رو تبدیل به تبحر میکنه، مهارت بهت میده. تست زدن یعنی داشتن مهارت، خوندن کتاب، تشریح خوندن یعنی به دست آوردن سواد. تو الان سوادش رو داری، بعد تبدیلش بکنی به مهارت تو روز کنکور. درست شد؟ پس ازتون خواهش میکنم برای بچه‌ای که سردرگم هستن، تعریفش از برنامه این نباشه که 72 اینو بخونم اونو فلان بکنم و نترسن از زدن کنکور. اشکال نداره بابا جان من. تو مثلا میای یه دینی رو مثلا تستش رو میزنی، اوکی، خودت دیگه میدونی کدوم یکی این سوال مال 12ام، کدوم یکی این سوال مال 10ام، کدوم یکی مال مثلا 11ام. اوکی، تو سوال آزمون مثلا دینی رو بزن 25 تا سوالشو، بعد بیا قشنگ اون قسمتی که مال سال 12 اومد و تو تازه امتحان دادی اونو پدرشو در بیار، پوستشو بکن، خیال خودتو راحت کن. اگر زمان اضافه آوردی برو رو پایه‌ای که به تو نزدیکتره. تو میگی آقا مثلا من پیش از 11 یه نگاهی کرده بودم، اوکی، ولی 10 اصلا دست نزدم، باشه بعد 12 بپرداز به 11. اگر وقت اضافه آوردی که نمیآوری، برو سر وقت 10. باز هم عرض کنم خدمتتون بچه‌ها، اینو من 150,000 بار گفتم، اصلا این صحبت این نیستش که همونطوری خیلی از دوستا رو من دعوت میکنم تو اینستاگرام باشون صحبت میکنم، برای بچه‌ای سالهای پیشم که رتبه‌های خوبی داشتن همیشه این رو اول عرایزم گفتم که آقا منظور من این نیستش که این بچه‌ها تو 3 هفته 4 هفته رتبه شدن، نه، از روز اول درس خوندن، یه واقعیتیه. ولی توی همین 2-3 هفته میشود منباب مثال 15,000 رو شکون آورد رو 10,000، آورد رو 9,000 نشون، اومد رو 11,000، اصلا 15,000 تو بکن 14,000، باز 1,000 تو اومدی پایین‌تر. حالا کاری ندارم چقدر تاثیر داره، ولی خب حالت بهتره حداقل. چه بس حال شمایی که درس مرس رو خوندین و اوضاع احوالتون بدی نیست ان شاءالله، امید به خدا. پس برای بچه‌هایی که مثل شما قدرتمند هستن روی نقاط قوتشون انرژی بیشتر بذارن. اگر تو مثلا 10 ساعت وقت داری، دوست من 7 ساعتش رو بذار رو نقاط قوتت، چون دارم میگم تو تجربهش رو نداری، من خودم یه سال پشت کنکور موندم، خیالت راحت، یعنی تجربهش رو دارم که دارم بهت میگم، خیلی حال بدیه، فکر میکنم شما هم میدونید، منم میدونم، و افسوس اونجاییه که میتونستم نزدم، دلم میکنه این اتفاق برات اصلا نیفته. پس بیا رو فصلهایی که اوکی تر شدن این تر اول انرژی بذار، 70% وقت روی اون بذار، 30% رو بذار رو فصلهای حالا متوسط و به قول معروف بعد از متوسط ضعیف‌تر. در بچه‌ای هم که دیرتر شروع کردن یا تازه همین الان میخوان به قول معروف 20,000 رو تبدیلش بکنن به 10,000 به 15,000، کار رو که باید بکنن اینه که فوکوس بکنن روی مباحث سال 12. خب بچه شروع میکنیم از اول در مورد تغییرات. سعید جان، من نمیدونم منظورت تغییرات برای کنکور 1402 1401 تا جایی که میدونم تغییری نداشت، حالا مگه اینکه شما بدینی، ولی اگه در مورد 1402 هست بچه خیلی دلم نمیخواد بهش ورود بکنم، ولی باشه یه ناخونه خیلی کوچولو میزنم. ببینید بچه، ببخشید اصلا برای بچه‌ای که 1401 کنکور دادن اسخای میکنم، اینو من برای فریده جان یه توضیح خیلی کوچولو سری بدم و رد شم. ببینید دوستان، اومدن گفتن که آقا مثلا عمومی این شکلی میشه اون شکلی میشه، تو لایف گفتم تو اینستا هست میتونید مشروعش رو ببینید، ولی ازتون خواهش میکنم ببین ماها همیشه درد فکر نکردن رو داریم و همیشه ضربه از فکر نکردنه میخوریم. بچه‌ها وقتی تو دانشگاه که میرید یا همین شاید تو مدرسه‌تون بوده، طرف برمیگره میگه امتحانتون اوپن بوکه. من اتفاقا یه ضبطی داشتیم در مورد همین داشتیم توضیح میدادیم، اونم ببینید، اینم بهش اضافه بکنید. بچه‌ها وقتی میگن یه امتحان اوپن بوکه یعنی چی؟ یعنی تو اگه خیلی هم بلد باشی باز نمیتونی حلش کنی. وقتی برمیگردم میگن عمومی ها رو 10 بار به اجازه میدیم، مثلا امتحان رو 10 بار به اجازه میدیم که حلش بکنی، یعنی چی 10 بار امتحان بدی؟ یعنی چی؟
اگه چه میدونم چه اتفاقی من قرار بیفته که لازم داری برای اینکه به 20 برسی شاید 10 بار امتحان بدی. یعنی امتحان راحتی نیست. بچهای سال 11 ازتون خواهش میکنم، استدعا میکنم این حرف منو گوش بدید. باز هم به شما هم این رو عرض میکنم، بعد از کنکور بگی آره راست میگه فایده ای نداره، الان حرف منو گوش بده. کنکور برای درس عمومی بچه حذف نمیشه، فقط خرج این دوتا سفره رو از همدیگه جدا کردن، فقط همین، هیچ اتفاق دیگری نیفتاده. آقا وقتی برمیگن میگه 60% امتحان نهاییه، خیلی خوب امتحان نهایی کدوم است؟ درس عمومیه و درس تخصصی، درست شد؟ درس تخصصی که کنکور خودش تو تیر ماه پا بر جا هست. پس اون 60% به نظر من تأثیر بیشترش رو درس عمومی شه، درست شد؟ بعد ببین همین الان مثلا برای بچه ها دارن به قول معروف امتحان میدن دیگه، هنوز درگیرشن. ولی من خود من به عنوان کسی که دارم برنامه میدم، شاید به 1000 تا دانش آموز دارم برنامه میدم، این رو میدونم و شما هم میدونید که با من هستید. وسطای امتحاناتون تست کنکور سراسری 1400 رو بزن، تست جامعه سال 99 سنجش مرحله 4 رو بزن، اینو بزن، اونو تحلیل کن. طرف امتحان داره، امتحان مثلا دینی داره، روز قبلش که حالا داره دینی رو مرور میکنه، اگه مثلا دو روز براش وقته، یه روزشو میذاریم برای تحلیل یه امتحان آزمونی، یه روزشو میذاریم واسه دینی 12. یعنی چی؟ یعنی من تو فروردین، اردیبهشت، خرداد، از مهر که شروع میکنم، دغدغم کدومه بچه ها؟ تیر ماه یه کنکوره. ولی الان اومدن خرج این دوتا سفره رو از هم دیگه جدا کردن. یعنی تو بعد از عید به جای اینکه استرابت، نگرانیت، ببین واقعیتی کنکور استراب داره، همونطوری که بارها بهتون گفتم ما کنکور چیز آسونی نیست. من اونجا ادعا نکردم کار خیلی راحتی، بسیار هم کار سخت و زشتیه بقیده من، گرفت؟ یعنی یه چیز بسیار بسیار بدی. اگر کسی برمیگم این کنکور آسون و بیخیال و فلان، خوش کنکور نداده، ماهایی که دادیم میدونیم چه خبره توش، درست شد؟ حالا بعد از عید ماها دغدغمون مثل بقیه ماها روی کنکور، و الان دیگه بعد از عید از سال بعد دانشو، اگر این تر باقی بماند، سعید جانی که اینا دخترم از من پرسیدی، اگر این سر جاش به قوت خودش باقی بماند، تغییری نکند، گرفتاری دوچندان شده. چون تو دیگه نمیتونی بیای تو اردیبهشت، تو خرداد به کنکورت فکر کنی. کنکورت دوتا تیکه شده، یه عمومی یه اختصاصی. میگن حذف، حذف یعنی چیزی که وجود نداره، قربونت بشه. میدونی به چی میگن حذف؟ مثل اینه که الان مثلا دارن حذف، اولا چیزیه که وجود داشته و الان دیگه نداره. حکم چی رو داره؟ مثل اینه که الان مثلا تو چه میدونم رشته انسانی، بر فرض مثال به این نفر بگن در مورد ماهی قرمزای اقیانوس مثلا اطلس بیاد امتحان بده، ما اصلا همچین چیز نداریم. این وجود نداره، وجود نداره، ولی اون همین برای تو وجود داره، تو چجوری میتونی بگی حذف شده؟ آقا اینو جدی بگیریم دیگه، ما متاسفانه اصلا فکر نمی‌کنیم. بابا داره آلارم میده. بعد ببین یه چیزی حساب 2 تا 4 تا، وقتی طرف میگه 60% تو کنکور تاثیرگذار، این دیگه چیز مهمیه. ما کنکور هیچ وقت نمیتونیم حذفش بکنیم، خیلی ساله که داره صحبتش میشه، ولی همچین اتفاقی هیچ وقت نیفتاد و نخواهد هم افتاد. ببین کشورهایی که بزرگ هست مثل ایران، مثل چین، اینا دارن سیستم خودشون رو دارن، و اصلا ببین به هر حال باید یک پذیرشی وجود داشته باشه. آقا اگرم نداشته باشه، ببخشید، اینجوری نیستش که هر کسی باز خوش دلش خواست بره پزشکی، بره نمیدونم فلان، بره بسا. به هر حال مثلا گزینشی وجود داره به نام کنکور. حالا به قول من یا به این شکله یا به این شکل دیگه است. مثلا هر دانشگاهی ورودی جدای خودشون میخواد بگیر، حالا شرایط خوبش اتفاق نیفته و نمیافتم، ولی بعد سر اینه که بچه‌ها ببینید عمومی رو حذف نمیکنن. اصلا این فکر چیه که شما دارید؟ نکنید این کارو. چون خیلی از بر بچه‌ها همین الان کسایی رو که من در خدمت شما هستم شروع داریم می‌کنیم با هم دیگه 1402 رو داریم، عمومی ها رو هم بازی بازی می‌کنیم باش، میریم جلو. نباید از این قافل عقب بمونید، چون مثلا 3 ماه بعد بگی آره راست میگه فایده نه، چون رقیبای تو 3 ماه از تو جلوترن و عمومی ها رو 3 ماه از تو بهتر می‌زنن. یا لاقل اون زمانی که تو مجبوری کلی وقت سر عمومی ها بذاری، دوستایی که عمومی ها 3 ماه زودتر شروع کردن، جمع و جورش کردن، اون 3 ماه رو میدن به اختصاصی ها. پس ببین یادت باشه چه کار داری، رو لبه تیغ داری راه میری. یه تفکر اشتباه میتونه یه بازی رو کلا خرابش کنه. ببین وقتی میگه 10 بار یعنی اوضاع خطرناکه. 2، خیلی معذرت میخوام، امتحانی که میخواد سخت ازت بگیره، خیلی ببخشید، مثلا میاد میگه 4 تا صفحه 12 بیا امتحان بده، نه خیر آقا جون من، تو 10 و 11 لغاتشو ندونی مگه 12 میفهمی چی به چیه؟ یعنی تو برای اینکه بخوای به 12 مثلا لول بندی دیگه، لول 3 آقا تو برای لول من پله 1 پله 2 رو بعد رد کنی بری پله 3 دیگه، این واقعیتیه. نمیشه که من مثلا لغات انگلیسی 10 و 11 رو ندونم بعد برم سر وقت 12، نیست، این تفکر غلطه. حالا این در مورد سعید جان که این رو
فرمودن، فقط توضیحی رو دادم که حذف نشده، از شکلی به شکل دیگری تغییر پیدا کرده و اضطراب رو بعد از زید دوچندان میکنه. پس از همین الان کاری بکنیم که دیگه اون موقع دغدغه این ماجرا رو نداشته باشیم. از الان میشه فرهنگیان و فاطمه جان من، یکی از دوستا بچه‌ها از من پرسیده که آقا از همین الان میشه فرهنگیان آورد؟ ببین فاطمه جان، بستگی داره. مثلا اینه که به من برگردی بگی که آقا از اینجا بر فرض مثال تا شیراز چقدر راهه؟ تو چند ساعت میرسم؟ ببین چند کیلومتر با تو چند ساعت میرسم فرق میکنی دو تا ساعت. فاطمه جون با چی میخوای بری دخترم؟ پیاده میخوای بری؟ با ماشین میخوای بری؟ با هواپیما؟ با اتوبوس؟ با قطار؟ با چی قراره بری؟ این یعنی چی؟ یعنی عقبت چیه؟ ببینید بچه، تعارف هم دیگه نداریم. اگر عقب صفره، یه مقداری به قول معروف توقعمون رو بیاریم پایین دیگه. دیگه نگیم اینو میشه آورد، اونو میشه آورد. بریم جلو ببینیم چی میشه آورد. چون ببینید حساب دو تا چهار تا ساقا جون، اگر قرار بریم و شرکت نخونه بعد از عید بیاد بگه الهی با من تو معذله میخوام بخونم، دیگه همه ول میکنن. ما چرا اینقدر داریم به قول من خودمون رو به زمین و زمان میزنیم؟ از همین الان ما بچه‌ها برای 1400 و این همه نگرانی داریم، خب میذاریم بعد از عید میخونیم دیگه. ولی من توصیه‌ام بهتون اینه که بچه‌ها خیلی به قول معروف وارد این فضائه نشیم که اینو میشه آورد اونو میشه اونو نمیشه آورد. چرا؟ چون باز هم یک بار دیگه تکرار کنم، یک بار دیگه صحبتی که قبلا گفتم رو تکرار کنم، بریم رو مطلب بعدی. ببینید بچه ها، بستگی داره کجا بودی میخوای کجا برسی. و ببین فکر کردم اینی که آیا میتونم آیا نمیتونم دردی از تو دوا نمیکنه. فقط کارتو بکن، بسپر به زمان، ببین چه اتفاقی برات میفته. تو تنها کاری رو که میتونی بکنی اینه که سعی کنی درصدات رو تو هر درسی به هر اندازه‌ای که میتونی افزایش بدی. این سوال به نظر من یه مقداری باید ریشه‌ای تر بهش نگاه کرد. مثلا توی درس اختصاصی مثل فیزیک، بچا از نوع دوست دیگرمون پرسیده، همون فاطمه جانم فکر میکنم، نه یه فاطمه خانم دیگریه، پرسیده که اگه توی درس اختصاصی مثل فیزیک و توی درس عمومی مثل زبان صفر باشیم و در دروس دیگه تقریبا نزدیک به متوسط باشیم و اون متوسط سامی داره میره و اون متوسط بر اون راحت باشه که بالتر برسونیم، این کار رو انجام بدیم یا خیلی ضعیفه رو یه حدی برسونیم؟ اصلا لطفا در رابطه با تحلیل آزمون در این شرایط هم توضیح بدید. بچه ها من مار فاطمه جان رو بگم چون سوالشون سوال قشنگیه. ببینید بچه ها، اگر خواستید یک نفر تو کنکور موفق نشه بهش بگید صفر بزن اشکال نداره. اگر خواستید این نفر کلا بیچاره بشه، داغونه داغون بشه، بهش بگید منفی بزن. یادت باشه بچه جان من، صفر زدن تو کنکور تو هر درسی باعث سرنگونی آدمه. براتون یه مثال میزنم، فرض بفرمایید ما مثلا همش صحبت تراز و رتبه و فلان و اینا دیدیم، من براتون یه میانگینگیری میکنم. من باب مثال، یک دانش آموزی هست یه درسی رو زده صفر، مثلا شیمی رو زده صفر، اون یکی دانش آموز آ زده صفر، این زده صد، درست شد؟ ببخشید، یه دانش آموزه دو بار آزمون داده، یه بار زده صفر، یه بار زده صد، درست شد؟ این میانگینش میشه چند؟ میشه 50%، درست شد؟ یا مثلا فیزیکشو زده صفر، شیمیشو زده صد، میانگین این دوتا میشه 50، ولی فیزیکشو زده 50، شیمیش هم زده 50، باز میانگینش میشه 50، درست شد؟ رتبه این آدم از رتبه این یکی آدم خیلی بهتره، این یادت باشه. درسته که صد به تو تساعدی رتبه میده، ولی صفر یا منفی بیچارت میکنه، حسابی میندازتت پایین. من تفکرم اینه، بعقیده من اگر باشم صفرم رو سعی میکنم یه جوری به یه عدد بالای 7-8-10%، چون دارید در مورد عدد صفر حرف میزنیم و ما تو این هفته نمیتونیم ادعایی بیشتر از این بکنیم، به یه عدد 7-8% برسونی، این در وهله اول بسیار بسیار کار درستریه. و اینی که میگی آقا متوسط ها برام راحت تره، ببینید بچه ها، یه مقصدش تو توی درس میگی من درصد 50 میزنم، اوکی، یعنی درصد رو تا یه حدی بلدی. بیا توی اون درس 3 تا دونه فصل رو انتخاب کن، 3 تا فصل راحت ترش رو برای خودت انتخاب کن. اول اون 3 تا فصل رو سعی کن به 100 برسونی که 50 تبدیل به 70 بشه. پس دو تا کار باید همزمان انجام بدی، هم باید از 0 درش بیاری، هم 50 تو باید 70 بکنی. این ببین یقین داشته باش که اختلاف رتبه وحشتناک زیادی ایجاد میکنه، یعنی اصلا و ابدا نگران این ماجرا به هیچ عنوان نباش. اختصاصی هم حدود 40% تا پزشکی رسه، بعد چه کار بکنیم؟ بچه ها ببینید، دلارام جان از من پرسه که استاد درصد اختصاصی هم حدود 40% تا پزشکی برسه باید چه کار کرد؟ پایینش هم فکر کنم دلارامه دیگه، درسته سامی؟ بچه ها ببینید، من میخوام یه چیزی رو بهتون بگم، ولی دلم نمیخواد که برداشت تبلیغاتی از حرفان بشه. من وظیفمه هر آن چیزی که به دردت میخوره رو بهت بگم.
همون چیزی که به دردت میخوره. من نه شما رو میشناسم، نمیتونم در موردش به شما اصراری بکنم، نه این چیز. ببینید ماها یه عادتی داریم هممون، حتی من سارنگسگرم این عادت رو دارم، که اگر فردا یه امتحانی دارم، فرض بفرمایید فردا میخوام امتحان ریاضی بدم، یه مشکلی که هست اینه که ما هممون عادت کردیم که حتما شب قبلش ریاضی رو کامل دوره کنیم. من میدونم که تو اگر الان میگی 40% دارم میزنم، اگه شرایط مساعدی باشه این 40 به 45 50 55 حتی میتونه برسه، به شرط اینی که دوره خوب بکنیم. ببین دلارام، تو وقتی الان میزنی 40%، علتش اینه که یه سری از فصلایی که خوندی و اوزاولتم توش بد نیست الان از پسش بر نمیاد. چرا؟ چون اون مروری رو که باید بکنی رو نکردی توش. درست شد؟ در عقیده من شما میتونی از همایش استفاده بکنی. همایش بچه ها میدونید علاوه بر این که شاید تا حدودی، شاید که نه قطعا تا حدودی به قول من اطلاعات بهتون میده، از اون مهمتر دوره کردن فصلاست بچه ها. ببین همون دغدغه‌ای که ماها داریم، میگیم آقا امتحان دینی داریم شب قبلش دینی رو دوره کنیم، امتحان ریاضی داریم شب قبلش ریاضی رو دوره کنیم. من چرا اینقدر به بچهای خودم همش از زمانی که شروع کردیم بعد از عید، اغلب یه سری از بچه ها از بهمن و اسفند شروع کردن، میسه بچه‌ها رو بعد از عید، که مثلا بهتون میگم آقا هر آزمونی که زدی تحلیل کنید، تحلیل رو بنویسید. چرا؟ چون هفته آخر مونده به کنکور، ماها حتما دلمون میخواد دوره کنیم. چه منبعی وجود داره برای دوره کردن؟ منبع مورد اعتماد، منبعیه که با دستخط خودت نوشتی و میدونی تو چه خبر. به همین خاطر گفتم تحلیل رو بنویس که هفته آخر 4-5 روز آخر بتونی دوره کنی. همایش میتونه بهت یه کوچولو کمک کنه. 40 تو شاید بتونه به 45 50 حتی شاید 55 برسونه، شاید مشکل بعضی از فصلات با دوره حل شه. ولی بحثی رو که هست اینه که مطلب بعدی که وجود داره بچه‌ها اینه که من نمیتونم اینجا بهت بگم تو با 40 قبول میشی یا نمیشی، همونطور که توضیح خدمتتون دادم. ببین مهم اینه که بقیه چند دارن میزنن. تو این موقع مثلا زدی 40، سارنگ زده 30، خب معلومه که تو قبولی. دو نفر میخواد، دلارام 40 سارنگ 30. حالا فرض کن دو نفر میخواد، دلارام 40 زده سارنگ زده 41، خب معلومه که من میبرم. ببین کسی از تو 100 نمیخواد، از تو بالاتر از بقیه میخواد. حالا باید ببینیم بقیه چند میزنن. پس من نمیتونم الان بهت بگم 40 آیا کافیه یا کافی نیست، همچین چیزی رو من نمیتونم مطرح کنم چون بستگی به بقیه داره. ولی همونطور که دو سه ماه دارم روی این قضیه تاکید میکنم که بچه امسال کنکور خوبیه، به داد خودتون برسید و کنکور کم رقیب تریه نسبت به سالهای گذشته، چون خیلی از برو بچه ها میگن دهممون اینجوری، یازدهممون اینجوری خوب نخوندیم، فلان بسار و از این صحبت ها. خیلی فرصت خوبی بود که امیدوارم برای بچه‌ای که حالا در خدمتشون بودیم یا همینجا با هم دیگه صحبت کنیم از این صحبت‌ها استفاده کرده باشن، اون کاری که باید می‌کردن رو کرده باشن. ببین بستگی داره دیگه، تا به پزشکی برسی بعد چی کار کرد. میگم شاید همون دلارم 40 تو پس شاید اصلا قبولی به همراه داشته باشه، ولی خب یه مقداری از واقعیت دوره دیگه. نه من حالا پیشنهادم بهت اینه، آقا بر فرض مثال دارم بهت میگم، باز بیا دو تا یا سه تا دونه فصل رو انتخاب کن توی هر درس که رو به شفاتره، بلخص رو زیست و رو دینیت. ببین میدونم در مورد اختصاصی ها گفتی ها، ولی ببینید بچه ها یادتون باشه دینی ضریب 3، ازتون خواهش میکنم به صدش فکر کنید. ببین با خوندن متن کتاب درسی خیلی اتفاقا میتونه براتون بیفته، ببین با خوندن چند باره کتاب درسی خیلی اتفاقا میتونه برات بیفته. درس ضریب 3 خیلی میتونه یه چیزایی رو عوض بکنه به عقیده منو. و زیست شناسی که خیلی به قول من چیز مادریه دیگه، روی این دوتا اگر یه مانور به عقیده من درست و حسابی بدید خیلی اتفاقا میشه براش بیفته. من یه کمی تندتر برم که برسیم به همین سوال. کسی که صفره برای زبان چیکار کنه لطفا جواب. معصومه جان صفره برای زبان دخترم، منظورت همه درس رو صفره یا مثلا زبانش رو صفره؟ حالا میخواد کنکور زبان بده، اینو اول برای من بنویس بالاتر که من بدونم منظور در صفر اینه که تمام درس‌ها این شکلی یا نه. یکی دیگه از بچه‌ها پرسه بسه برای فرنگیان 3 تا درس بالای 70 یا 80 امکان قبولی هست؟ آره 100%. شقایق این عددی که گفتی 100% احتمال قبولی بر به عقیده من وجود داره. باز هم اگر بقیه درسات حول محور مثلا 30% باشه قطعا این اتفاق برات میفته. بین 25 تا 30 باشه به عقیده من 100% تجربه میگه که این اتفاق میفته. خب اوتا برای پزشکی مشهد چه درصدایی؟ سامی رفتیم فیزیک صفرشه چی میشه؟ بچه ها آقا خانوم، تو رو خدا حرفای منو توجه کنی چی دارم بهتون میگم. صفر خیلی عدد بدیه.
بابا صفر خیلی عدد بدیه، یه عددیه که تمام زحمات تو رو زیر سوال میبره. اصلا نگو اگر صفر بزنم فلان چیز قبول میشم. نه به نظر من نمیشی. یا اگرم بشی ببین، ما دو تا حالت داریم. یه موقع هستش میگیم ایشالله خدایا بساز که اون قربون خدا بشم، ما همیشه بعد این رو بگیم. ولی یه موقع هستش که خودمونم داریم قصه رو مدیریت میکنیم، ببینی که شانسی قبول بشم یا مثلا خدا نظر کنه من قبول بشم یه بحثه، یه بحثی اینه که خودم از نظر منطقی مغزی مهندسی شده بخوام برم جلو یه قصه دیگه است. من بهت پیشنهادم دخترم در مورد فیزیکی گفتی صفر و آرزوی به قول معروف رسیدن پزشکی که انشالله امید به خدا حتما بهش برسی، من اگر به جای تو باشم باز هم میگم تک فصل حداقل انتخاب میکنم، نه فصلی که بچه ها ببین، من اگه میگم تک فصل انتخاب میکنم منظورم این نیستش که فصلی رو انتخاب کن که بیشترین سوال از توش میاد، نه تو شاید از پس اون فصل بر نیای، فصلی که تو از پسش برمیای و انتخاب کن. حالا مثلا میگی من تو این سه تا فصل اوکیم، میتونم از پسش بر بیام، یه دونش رو میتونم، بگرد ببین تو اون سه تا کدومش از همه بیشتر احتمال آمدن سوال توش وجود داره، رو همون فوکوس بکن، از صفر درش بیار. خب مثال دارم به تو، فیزیک و اندازه‌گیری فصلی که دهم، فصل نیستش که تو نتونی همین الان جمعش کنی، یه دونه دو تا سوال می‌خواد توش بیاد، مطمئنم که میتونی بزنیش بعد صفر درش بیاری. در مورد صفر که صحبت می‌کنی نچاد، یعنی یه جوری اصلا داریم بحثو می‌بندیم، این اتفاق نیفته. معصوم جان احمدی، زبان و فیزیک صفر، ببینید بچه‌ها برای رشته مترجمی زبان کسی که میخواد قبول بشه کنکور زبان میخواد بده، اصلا ما کاری به کار فیزیک نداریم بچه‌ها، شیمی، فیزیک، زیست، ریاضی رو اصلا کاری نداریم، ادبیات عربی، زبان، دین و زندگی به اضافه زبان تخصصی، که عموما بچه‌ها خیلی سمت زبان تخصصی متاسفانه نمیرن، یعنی بیشتر حول محور چهار ترس عمومی داره میچرخه این ماجرا، که توش زبان حکم همون زیست شناسی رشته تجربی رو داره. من اگر به جای تو باشم از الان تا دم کنکور، اگه چون بعضی هستن که ببین نسبت مثلا به زبان کاملا یه گارد دارن، میگن آه نمیتونیم و فلان این صحبت ها، حالا ارتباطشون ارتباط خوبی نیست، اوکی ببین یه موقع تو میتونی بگی زبان، یه موقع میتونی بگی حفظ کردن لغات. من اگر به جای تو باشم، من اگر به جای تو باشم از همین امشب، چون نیتت حالا زبانه، فیزیکو که ولش کن اصلا تأثیری نداره توی کنکور زبان تو، اصلا صفر بزنی صد بزنی جایگاهی نداره تو کنکور زبان، اصلا سوال فیزیک توش نداره، ولی در مورد زبانت من اگر به جای تو باشم هر شب اگر میگم، باز دارم بهت میگم معیارت اگر زبان است، سه تا درس عمومی تو حسابی ببر بالا، ادبیات و عربی و دینی تو حسابی قدرتمندش بکن، با زبانت ورز الکی نده، کشتی نگیر باش، بیا دونه بدونه هر شبی رو یک ساعت تا دو ساعت بذار برای زبان، یک ساعت ظهر بذار، یک ساعت شب بذار، چه کار بکن، دایره لغات تو زیاد ببر بالا، یعنی تا جایی که میتونی لغت حفظ کن و درک مطلب بتونی متن رو بخونی و تستای ترجمه زبان که حدود مثلا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حدود 30% میشه رو 32% میشه رو به دست بیاری. گرفتی چی میخوای؟ این کار رو میتونی الان، چون حفظ کردن لغت فکر نمیکنم خیلی ضربه ای به اون صورت بزنه یا کار نشدنی باشه. این کار اگر بکنی و بقیه عمومیات خوبی باشه، آره طبیعتا اتفاق خوبی میتونه برات بیفته. محمد جواد، من محمد جواد جان، با عرض شرمندگی من فامیلیتون یه مقدار سخت، میترسم اشتباه بخونم. محمد جواد جان که زدی با زیست 90 و بقیه 8 ریاضی 10 میشه زیر 1000 شد، آره بقیه من 100% میشه زیر 1000 شد، یعنی من تجربه هم میگه 100% این اتفاق میتونه بیفته. محمد جواد پرسته که آقا من مثلا درسم بالای 80-90 باشه فقط ریاضیم ضعیف باشه میشه زیر 1000 شد؟ من میگم بله حتما. الان سامی خودش داریم، آره محمد رضا جان، به زمال معصوم جان احمدی رو یه بار دیگه ببینیم، زیریش رو سامی میای پایین، با این نمیتونم من هیچ کاری بکنم، چرا بذار من خودم اینجا درستش بکنم. خب بعد این یک همین اینجا تو فشار بکن سنسانی. آها علی جان شالیکار، شما که میگی آقا برای زیر 500 انسانی چند تا و بالای 50 باشه، ببین 50 براش کمه اصلا، یعنی تو باید به 70 تا 75 فکر کنی واسه اون رتبه‌ای که میخوای، چون ببینید بچه ها بعضی از رشته ها هستن که مثلا دارم بتونم تو رشته ریاضی پایین 1000 معرکه است، تو رشته تجربه پایین 1000 معرکه است، ولی بحث اینه که تو انسانی پایین 1000 خوبه، معرکه نیست،
میدونین چی میخوام بهتون بگم؟ اون اتفاق خفنه نیستش. اون اتفاق خفنی که توی ریاضی و تجربه میفته تو انسانی زیر هزاره نمیفته. هر چقدر میاد پایین‌تر اتفاق بهترتره میفته. یعنی باید به همون زیر 500 فکر کنیم که زیر 500 یه مقداری علی جا این درصدی که گفتی خیلی همچین با اطمینان واقعیتش علی نمیشه در موردش حرف زد. ان شاءالله که این اتفاق بیفته، ولی با اطمینان من نمیتونم در موردش بگم. ببخشید. خیلی خوب. من عربی رو 100 میزنم، دین 90، ادبیات 50، زبان ضعیف، زیست 50، شیمی 50، ریاضی 30، فیزیک 0. معصومه جان این درصدها درصدهای منطقی و احتمال رتبه خوب برات وجود داره. آره. محمد رضا سلیمانی. الان میتونیم به کنکور برسیم، به کنکور 1401 یا کنکور 1402. حالا رسیدن منظورمون چیه؟ یعنی مثلا بریم روز کنکور کنکور بدیم؟ من نمیدونم، یه مقدار سوال گنگیه. میگه الان میتونیم به کنکور برسیم؟ آخه ببین محمد جان، با سوال یکم گنگه دیگه. کجا هستی، به کجا میخواید برسی؟ یه مقداری بچه سوال که میخواید بپرسید خواهش میکنم ازتون، میدونم که شما هم نگرانی خودتون دارید، یه مقداری اگر میشه ریستر باشه که من متوجه سوالتون بشم. مثلا اینه که مثلا من برگردم بگم مثلا ما مرز خونتون کجاست، بگه تهران در سفید. میدونم تو تهران در سفید هم هست، ولی یه مقداری برای پیدا کردن آدرس خیلی خوب نیست. یکم با ریز جزئیات بگم مثلا محمد رضا کجا هستی الان، موقعیتت کدوم، کنکور 1401 رو میخوای بدی؟ چون ببینید بعضی از برای بچه هستن که احساس میکنن چون تو سال 11 هم خیلی درس نخوندن تو 1402 مشکل دار خواهند بود، در صورتی که اگر منظورت اینه نه، به هیچ بچه من الوجود یک سال کفایت میکنه برای رسیدن به نتیجه خوب. یک سال کفایت میکنه به شرط اینکه از تمام زمان استفاده کنی. محمد جان باز اگر میبینی سوالت چیز دیگریه، یه مقداری ظریف‌تر بپرس، یکم با ریز جزئیات بپرس. سامی خرابش کرد. بچه‌ها ببخشید. مرسی. زنده باشی معصومه جان. نکته تست 70% رقم افتاد. موحد خانوم میپرسه که نکته و تست رو 70% عقب افتادم. پایم متوسط، بخچه‌ای بخوام بعدش آزمون جامعه بزنم درسته؟ موحد من برعکس اینو بهت میگم. حالا چی رو چقدر عقب افتادی رو که من اگر باشم منباب مثال یه روزی روزگار از یه چیزی عقب بمونم، ترجیح میدم که خورد خورد بیرون برنامه. مثلا فرض کن من سارنگ قرار رو بر این گذاشتم که از 7 صبح تا 12 شب درس بخونم. اوکی، ببین هیچ عقب افتادنی بی دلیل نیست. شاید یه روزی کمکاری خدایی نکرده بوده، شیطونی تو جلدمون رفته، نتونستیم کار خوبه از خودمون نشون بدیم. ولی من اگر باشم مثلا شبشو بیدار میمونم یه کاری میکنم خورد خورد به نکته های مهمش. یعنی چی؟ موعده توی درس های مختلفی که داری، فصل هایی که برات بیشتر حائز اهمیته، فصل های لبه مرزیه، فصلیه که خوش تسته، تعداد تست مطلوبی توش میاد و تو هم توش اوکی هستی، وردار تو نکته و تست اول اونها رو ببین، اولویت قرار بده. مثلا من اگه قرار که سارنگ 7 تا 12 شب بخونه، از 12 تا 1:30 شب تا 2 شب، تا جایی که انرژیم خوبه، ببین تا جایی که انرژی خوبیه. بحث بچه بیدار موندن یه طرفه، بحث فهمیدن ماجرا یه طرفه. من شاید بتونم بیدار بمونم ولی مغز دیگه یاری بهم نمیده. تا جایی که مغز بهت یاری میده، فقط مهمترها رو وردار، دونه به دونه نگاه کن. و برعکس چیزی که گفتی، من پیشنهاد منه، تو میگی بخونم بعد تست بزنم، من آزمون بدم، من میگم موعده تو همین امروز بیا اول یه آزمون از خودت بگیر، ببین کجا وایسادی، فصل رو شناسایی کن. بچه ها میدونی یکی بزرگترین مشکلات ما اینه که ما بی هدف یه کار رو انجام میدیم. ببین الان زمانی که تو باید رصد بکنی، بهتون چی گفتم؟ گفتم رو فصلایی که میتونید مانور بدید. یه موقع هستش که من تو ذهنم فکر میکنم میتونم، یه موقع تو واقعیت میرم توش، میرم یه اتفاق دیگه ای داره میفته. بقیده من موحده و بقیه بچه ها، بقیه موحده ها بیان یه دونه دو تا آزمون اول بدن، نه ترس از نتیجهش قربونت بشم. اصلا نمیخواد درصد گیری کنی دختر من، پسر من نمیخواد درصد گیری کنی. قرار نیست به تو کسی امتیاز بده. بیا دو تا کنکور بزن، مثلا 99-98، مثلا سنجش و قلمچین مرحله مثلا 3 و 4 سال 99، 1400 رو بزن، 1400 رو بزن. بیا بعد نگاه کن، ببین رصد کن کدوم فصلا چه اتفاقی براش میفته. این فصلا رو بچین، رو فصلایی که شدنی تر هست شروع کن. حالا بخچه یه هر جوری که هست، من البته از این اصطلاحات خیلی استفاده نمیکنم چون بهش اعتقادی ندارم. میتونی بخونی فیلمش رو ببینی. من باب مثال آقا تو اومدی دو تا کنکور زدی، دیدی تابه رو به شفاه نزدی یا تو کنکوره نزدی، ولی میتونی بزنیش. بیا همون قسمت تابه رو، فیلمش رو ببین، چهار تا تست بزن، قشنگ یه تحلیل درست بکن، آنالیز بکن، بعد برو آزمون بعدی. تو آزمون بعدی دو تا فصل، دو تا درس رصد بکن، بیار بیرون روش کار کن، برو بعدی، برو بعدی. با همین ترتیب، یعنی یه آزمون بده
رصد کن، شناسایی کن، فصلو بکش بیرون، روش کار کن، بذار تو به قول من بخچت، گرفتی؟ برو آزمون بعدیه رو بده و این کار رو دونه بدونه انجام بده. بچه یکی از بچه ها امروز از من پرسه که آقا ما حتما مثلا باید 2 روز درمیون 3 روز درمیون آزمون بدیم و فلان، این قانونی داره؟ نه، به هیچ بچه من الوجود، به هیچ بچه من الوجود. اصلا آقا 3 روز بزن 2 روز بزن کدومه؟ کسی اصلا برای بچه من که درس رو تموم کردم و ما داریم آزمون میزنیم، اولش که یادتون باشه بچه، یک آزمون خوب تا 3 بار عرضه زدن داره، یعنی مثلا کنکور 1400 داخل و اگر وقت داری 3 بار هم بزنی بزن و مطمئن باش اگر درست بخونی تو هر باری که داری تحلیل میکنی نکته جدید گیرت میاد. بعد ببین سرعت تحلیلت رو درست تنظیم کن، زدن آزمون 4 ساعته ولی برای تحلیلت کم فروشی نکن، بشین با دقت دونه بدونه رو در بیار. من اگر بودم واقعا مثلا تو 3 روز 2 تا آزمون می‌زدم و تحلیل می‌کردم و این پیشنهاد رو برای شما هم دارم. 3 روز تو اصلا کدومه؟ این به نظر من خیلی برای همه شاید تجویز نشه، شاید بعضی از بچه‌ها شرایطشون این شکلی باشه. خیلی خوب، اینم از موبعد خانم. پس موبعد جان برعکس چیزی که گفتی خواهش میکنم عمل کن. خب فاطمه خانم از من پرسیده که در رابطه با تحلیل آزمون صحیح برای کسی که اکثر درس‌ها رو خونده ولی دوره درس‌هاش کم بوده و نمیتونه سوالاتی رو که خونده رو جواب بدم، لطفاً توضیح بده. بسیار عالی. ببینید بچه‌ها این نکته منو اول پس ذهنتون داشته باشین، زدن آزمون خیلی چیز مهمیه ولی 10% تاثیره. چرا ما میگیم آزمون بزنید، آزمون بزنید وقت آزمونه؟ فکر کنم مثلا ما عشق آزمونیم یا مثلا آزمون زدن پوز داره؟ دنبال چی میگردیم بچه‌ها؟ دنبال یک دوره درست و رفع اشکال درست تو زمان باقی مانده میگردیم. منظور چیه؟ ارادتمند بچه‌ها یه استادی اومدن که اصلا ما اینجا خجالت کشیدیم وایسادیم. گرفتین چی میخوام بهتون بگم؟ عرض حضور منورتون بکنم، ببینید زدن آزمون 10% تاثیر گذاره، 90% تحلیل آزمون است بچه‌ها. 90% تحلیل. تحلیل یعنی چی؟ ببین تفاوت بین جواب من و جواب درست میشه چی؟ اشکال من. جواب من تفاوتش با جواب درست میشه ایراد من. ببینید بچه‌ها شرط اول درمان پذیرفتن درده، شرط دوم درمان شناخت درده، شرط سوم درمان طی کردن طول درمان. اینو که قبول داریم. ببین تو یه آزمونی رو دادی بدونی که الان دیگه وقت درصد گیری نیست. ازت خواهش میکنم بچه‌ها بزنیم دنبال این نباشیم که درصد گیری کنیم، زیست رو چند زدیم، ریاضی رو چند زدیم، ولش کن، حرفو مهم نیست. مهم اینه که تو بدونی تو کدوم فصل چه کاره ای. ببین این قصه مهمه، تو کدوم فصل کجا وایسادی خودت میفهمی. وقتی سوال جلو تو خود می اصلا بدونی که ببین میدونی مثل چیه. دیدی مثلا خیلی وقت دانش آموز از مدرسه میاد مامانش میورسه که آقا امتحان تو چند میگیری؟ میگه نمیدونم. میگه آزمون چجوری داده؟ میگه نمیدونم. به نظر من مگه میشه اصلا کسی ندونه که چه کار کرد؟ من از این در میرم بیرون. دوستان میپرسن کلاس چطور بود؟ میشه بگم نمیدونم؟ میتونم بگم آره بچهای باحالی بودن، مشارکت کردم با هم دیگه گپ زدیم، خیلی کلاس باحالی بود، من خوشم اومد. یا میتونم بگم نه اصلا خوشم نیومد، کلای کنار شما همیشه به آدم خوش میگذره. گرفتی چی میخوام بهتون بگم؟ ببینید آزمون رو بده، یه دفتر برای هر درس بذار کنار دستت، زیست جدا، ریاضی جدا، شیمی جدا، جدا جدا. سوال 1، سوال 2. حالا یه موقع هستش که تو 50 تا سوال زیست داری مثلا چه میدونم امتحان میدی، حالا زیست رو که جزء حذویاتمون اصلا نباشد بهتره دیگه، ولی بر فرض مثال آقا دو تا فصلش حذفه، حالا به اشتباه 2 تا فصلش حذفه، زمانی که داری آزمون میدی سعی کن که اصلا به اون سوالات نگاه هم نکنی، وقتشو بردار بده به فصلی که حذف نیست، بذار وقت ذخیره، ریسک نکن، الکی طمع نکن، اگه حذف حذفه، اگر ته دست وقت اضافه آوردی برو نگاهش کن، الان نه. خیلی خوب، میای سوالا رو میزنی، جواباشو میزنی، سوالا رو نگاه میکنی، جواباشو میزنی، تموم که شد میای مطابقت میدی جواب خودت با جواب درست رو. این تفاوت هر چی که داشت اون دفتره مینویسی، پایینش هم به زبان خودت بگو. مثال دارم بهت میگم، یه موقع هستش که یارو برای تعریف مثلا گوشی اپل بعد بگه استیو جابز بود، این بود، اون بود، این فلان شد، بسال شد، شاید مثلا من تو زبان عامیه میگم همون سیبه که گاز میزنی. ببین یعنی میمیم سر اصل مطلب دیگه، گرفتی چی میخوام بهت بگم؟ تو به همون سیبه که گاز زدیم بنویس، چون تو باید بفهمی چی به چیه. پس دوتا جواب هم دیگه مقایسه میکنی، تفاوت این دوتا رو هم تو ذهن میسپاری هم تو دفتره مینویسی. بعد چه کار میکنی؟ منباب مثال فرض کن آزمون 1400 داخل رو زدی، 50 تا سوال زیستش رو تحلیل کردی و 50 تا نکته نوشتی، درست شد؟ آره. کدوم بود؟ 1400 داخل. فردا میخوای کدوم بزنی؟ پس فردا میخوای کدوم بزنی؟ 1400 خارج. پیش از اینکه 1400 خارج رو شروع کنی، تحلیل هایی که در 1400 داخل انجام دادی و نوشتی رو یه دور دوره کن،
تحلیل هایی که نوشتی به زبان عامیانه خودت یه دور دوره کن، بعد برو 1400 خارج رو بزن. 1400 خارج رو که زدی، هر 50 تا رو باز تحلیل کن، بیا زیر 50 تا 1400 داخل بنویس. یعنی چی؟ یعنی تو 100 تا تحلیل داری، حالا میخوای بری 1399 داخل رو بزنی. پیش از اینکه 1399 داخل رو شروع بکنی به زدن، این 100 تا تحلیل دو تا آزمون قبلیه رو یه دور سری دوره کن، بعد برو 99 داخل تحلیلاشو بنویس. میخوای 99 خارج، 150 تا رو دوره کن. و این روش خیلی روش باحالیه به نظرم، قشنگ میتونه به دوره بده و میتونه تو رو حتی بی‌نیاز بکنه از دوره 3-4 روز آخر. خیلی خوب. سجاد ببینید بچه ها، من خطاب به سجاد عزیزم و بقیه بچه ها قربونتون بشم، مرسی آریان و بقیه دوستای خوبم، این رو عرض کنم. ببین الان مثلا آقا سجاد صمیمی گل از من پرسید آقا فیزیک رو 60 میزنم، ریاضی رو 80، شیمی رو 30، زیست رو 10، چی قبول میشیم؟ سجاد خیلی سوالت میدونم از رو نگرانیه داری میپرسی، ولی یکم خودتون جای من بذارید. من الان یه چیزی بگم بعد فردا نشه خدایی نکرد، چون بهم قربونتون بشن، واقع بین باشیم، بستگی بقیه داره سجاد. این من یه پوزش از شما میخوام، اونم چون به هر حال یک فضاییه که همه دوستان میبینن، بعد فردی روز من بدهکارتون میشم. ببین درصدی که میگی درصدهای خوبی غیر زیستت، خب اینو خودت هم میدونی. من اگر به جای سجاد باشم این دغدغه رو از خودم دور میکنم که چی قبول میشم. توی این زمان تمام انرژی رو میذارم که زیست شناسی. بچه‌ها 10 یعنی چی؟ یعنی سجاد خیلی انرژی رو زیست نذاشته. حالا میتونه تغییرشته از ریاضی به تجربی باشه، میتونه یه مقداری زیست رو دوست نداره، سر وقتش نره، حالا سجاد میتونه شرایط خودش رو داشته باشه. ولی سجاد این رو بهت بگم تو زمان باقی مانده زیست 10% رو میشه کرد 30-35، چون خوندنی هایی داره که میشه حفظش کرد و تستاشو زد. این جمله منو تو ذهنت داشته باش. اگه واقعا دلت میخواد اون اتفاقه برات بیفته، میگم من جواب سوال تو رو دارم نمیدم بهت، ببخش، چون نمیدونم که بخوام بهت بگم. ولی فقط چیزی رو که میگم سجاد، تو فیزیک خوبی داری، ریاضی خوبی داری، قربونت بشم، حیف وازیسته خرابش نکن. و زیسته ببین تو این مدت، حتی اگر بیای زمان تو دو تا قسمت کنی بر فرض، سه تا قسمت کنی بر فرض، مثلا فکر کن 9 ساعت تو روز داری، 3 ساعتشو بده به عمومی، 3 ساعتشو بده به زیست و شیمی و فیزیک، 3 ساعتشو بده به ریاضی و شیمی و فیزیک، 3 ساعت دیگه شو کامل 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 بده به یه ثلثشو بده به زیست. ببین اگه این کارو تو این دو هفته بکنی، فصلایی هست بگرد پیدا میکنی، من درست نیست اینجا اسم ببرم، فصله هستش که 10 تو تبدیل به 40 بکنه، به 35 بکنه. این تو این زمان اتفاق میتونه برات بیفته. ببینید بچه‌ها، الان من دارم به سجاد میگم سجاد تو 10 میتونی 40 بکنی، دارم در مورد چقدر افزایش درصد حرف میزنم، 30%. بچه‌ها این 30% از 10 به 40 میشه، ولی از 40 به 70 شدن سخته. ببینید 18 رو 20 کردن خیلی سخته اون دو نمره، ولی 5 و 12 کردن خیلی راحت تره. سجاد 10 راحت میشه به 40 35 اینو رسوندا. آقای یا خانم فرجی، من اسمتون برام یکم جدیده، همن سامی همنه، فکر کنم همن باشه، چه اسم قشنگی. به نظر شما توی مدت با آزمون جامع و تحلیل خوبی درصدی که بین 70-80 باشه تثبیت میشه؟ آره 100% میتونی این کار بکنی. سجاد جان جواب شما رو هم که دادم. بچه ها من معصومه جان یه سوالی از من پرسیدن که اگه میشه راهکار برای کمتر خوابیدن، من اسم میکنم زیاد میخوابم. ببینید بچه ها، در مورد کمتر خوابیدن و اینها، اولش که فصل بدیه، ما خودمونم خوابمون داره میگیره، ولی بحثی که هست اینه که در مورد کمتر خوابیدن نمیده، مثلا منظورت این تو طول روز خوابت میگیره یا صحبت سخت از خواب بیدار میشی، یا شب و زود دلت میخواد چشما رو ببندی و بری تو خواب، این سه تا باز با هم دیگه فرق میکنه. اما بهتون یه پیشنهادی رو میدم، شاید پیشنهادم خیلی پیشنهاد
به قول معروف خوشایندی نباشه، ولی ازتون خواهش میکنم که گوش بدید. مواد قندی بچه ها، شب قبل از خوابتون مواد قندی بخورید. مثلا دارم بهتون میگم، حالا نمیگم حتما، من خودم این کارو میکنم، صبح خیلی راحت بیدار میشم. نمیگم تو بکن این کارو، ولی کاری که رو من جواب میده رو بهتون میگم. من معمولا صبحی که مثلا باید خیلی زود بیدار بشم، مثلا یه لیوان همچین چیزی، نوشابه‌ای که مثلا حالا من خیلی نوشابه زیاد میخورم، یه شربتی چیزی که قندش بالا باشه رو قبل از خوابتون میل کنید. تو صبح بیدار شدنتون مطمئن باشین که خیلی تاثیر میذاره. نکته دومی که وجود داره، اگه صبح مثلا بعضیاتون خواب میمونین، بچه‌ها قبلا میگم اینا رو گفتم ولی سری میگم، حالا این دوست خوب من از من پرسید، معصوم خانم، بهشون بگم. ببین بچه‌ها، مثلا فرض بفهم شما این موبایلتون رو تنظیم میکنین و مثلا دو تا سه تا تایم، مثلا 5 5 و 5 و نیم به فرض مثال، ولی میذارید کنار گوشتون. خب معلومه که آدم تو عالم خواب و بیدار دیگه حواسش نیست، هی قطعش میکنه. آقا جایی که میخوابی موبایل تو از خود 10 قدم 5 قدم اونورتر بذار. اگر تو این ور اتاق میخوای موبایل تو اون ور اتاق بزن تو شارژ، که صبح دیوونت کنه با یه زنگ جیغ. نکته سوم، زمانی که اون زنگ صدا خورد، تخت تو یه جوری خواهش می‌کنم قبلش تنظیم کن که زیر این پریز برق باشه. اون که بیق بیق داره صدا میکنه، تو دست بزن این کلیده بذار چراغ روشن بشه. گرفتی چی میخوام بهتون بگم؟ و اگر تمام این کارا رو کردی، شدنی نبود، با عرض یک دو یه شرمندگی، شما هم عزیزای من هستین، قبل از خوابتون دو تا سه تا چهار تا لیوان آب بخورید، مطمئن باشید که صبح ناخودآگاه بیدار میشید. خیلی خوب، امیر حسین جان مریدی، حالت خوبه؟ امیر حسین من پرسی که همایشا چطوره؟ من قبلا توی اینستا هم یه توضیح در مورد همایشا دادم. ببینید بچه ها، ما این موقع میگم دو تا توقع داریم. یه موقع هستش که میگم آقا یه جایی میرم یه چیزی یاد میگیرم، یه موقع هستش که یه جایی میرم یه چیزی برام مرور میشه. ببین همایش به عقیده اولش که میگم استادش تو باید خوشت بیاد، خیلی سلیقه‌ایه. من اصلا نمیگم این استادو برو اونو و این درسو برو اون درسو، نه، این کاملا شخصیه. من دارم علت تولید اصلا همایش رو بهتون میگم، یعنی علت به وجود اومدن چیزی به نام همایش. چون بعضیا میگن که آقا بله نکته و تست چیه، همایش چیه، فلان چیه، بسار چیه. ببین همایش اصلا قصهش یه چیز دیگه است، عرض کردم، ولی باز حالا چون بچه‌ها پرسیدن میگم بهتون. دوره کردن نهایی یه درسه با سرعت بالاتر. ببین چیزی رو که معلم به تو بگه با چیزی که خودت بخوای دوره کنی فرق میکنه. مثال دارم عرض میکنم، اگه من سارنگ بخوام ریاضی رو بخوام مثلا تو یه دوره خودم برای خودم داشته باشم، شاید 3 روز طول میکشه یا شاید 4 روز طول بکشه، ولی مثلا استاد ریاضی میاد مثلا صبح تا عصر کل اون ریاضی رو برام ریویو میکنه، اون دو روز اضافه باقی مانده رو میتونم بردارم دو دوره دیگه ریاضی رو دوره کنم یا حتی بدم به یه درس دیگه. ببین همایش حکم دوره کردن رو داره که توش یه سری، ببین بچه ماها خیلی وقتی یه درسی رو خوندیم ولی انگار اون لحظه دوزاریمون نیفتاده. این چجوری اون شد؟ ببین توی همایش اون چجوری اون شده دستگیرتون میشه، علتها دستگیرتون میشه و یه دوره درست حسابیه. بستگی نیازتون داره، میتونه حکم یک دوره سریع توسط تک معلم داشته باشه که تو ذخیره زمان میتونه بهتون کمک کنه متناسب با نیازتون به نظر من انتخاب کنید و استفاده کنید ازش. محمد رضا جان، من با عرض شرمندگی چون یک مقداری همجون میرم پویسن، محمد رضا سلیمانی، عمومی ها رو به جز زبان بالای 50 بزنیم، تخصصی ها رو 30 رتبه خوبی میاریم. رشته چی بود؟ ریاضی 40، فیزیک 40، زیست 50 یا 60، آها، شیمی 40، عربی بالای 60، آها، زبان دیری 8، ادبیات 5 و 5 کنکور 93 روزی یک بار. خب این الان چیه بچه ها؟ من نمیدونم، یکی بچه های اطلاع رسانی برن که خیلی ممنون. واسه برای عمومی اگه عربی و دینی بالای 80 باشه، ادبی 50 و زبان زیر 10 برای پزشکی مشکل برمیخوریم. برای فاطمه جان من، شما در مورد تخصصیات چی نپرسی؟ فقط عمومی ها رو گفتی، عمومیات خوبه و اگر تخصصیات خوب باشه، فقط زبانت مشکل داشته باشه، نه به مشکل نمیخوری و مطمئن باش که اتفاق خوبه برات میفته. با توجه به شرایط کنکور امسال بچه‌ها، از صفر به کنکور 1401 برسیم. باز محمد پرسه از صفر میتونیم به کنکور 1401 برسیم؟ ببین آخه واقعا نمیشه، ببخشید که من اینجوری میشه، بعضی اعتقادشون باشه که میشه، ولی من چون بعد از کنکور هم احتمال هم دیگر میبینیم اینجا، عرض میکنم اگر اینجوری بود بچه ها هیچ کس هیچ کاری نمیکرد، میمون حتی بعد از ویت شروع میکرد. 1400 به چیش برسی؟ من با مثال طرف میگم میخوام پزشکی قبول شم، من میخوام شریف قبول شم، نه نمیشه.
بی تعارف با عرض معذرت ان شاءالله که بشه، من دعا میکنم این اتفاق بیفته، ولی نه نمیفته به نظرم. ولی مثلا میگه آقا میخوام، بر فرض مثال دارم میگم، من سارنگ مثلا اهل یه شهری، یه شهر دورتریه، مثال دارم میگم، بومی یک شهر دوره، به اونجا شاید بتونه برسه، مثلا 20000 شروع کنه، 15000 بتونه برسه. ولی باز هم میگم مهم رضا، به چی به 1401 برسیم و من واقعا نمیفهم منظور چه رشته ایه. به خیلی مهمه. خب بله، اینم که جواب دادیم. امیر حسین موردی از من پرسه که من زیست و بلدم، ولی درصدم 30ه، بالاترم نمیره. ببینید بچه ها، من واسه برو بچه هایی که میگن آقا بلدیم ولی 30 میزنیم، یک بار دیگه رو تکرار کنم. یعنی امیر حسین تو سوادشو داری، تبحره رو نداری. ببین سواده رو داری، تبحره رو نداری. وقتی تو حس بلدی به دست میدی یعنی اوکی هم دیگه، نه؟ ولی وقتی نمیتونی بزنی یعنی تبحره رو نداری. کار درستش شکلیه. بیا از یه چیزی مثلا چجوری بهت بگم، از آزمون یارها، حالا میگم نمیخوام اسم جایی رو ببرم، از آزمون یارها استفاده کن. 10 تا 10 تا 10 تا صبح، 10 تا ظهر، 10 تا شب، 10 تا. درست شد؟ صبح، ظهر، شب، پرتکرار ولی با تعداد کم. متوجه هستی چی میخوام بهت بگم؟ یا حتی مثلا اگه تونستی تو بازار آنتراک بین کاراتم این رو بهش اضافه کنی بهتره. صبح 10 تا تو یه فصلو ببین، امروز رو بذار گوارش، فردا رو بذار قلب، پس فردا رو بذار تنفس، پس اون فردا رو بذار مثلا کلیه. درست شد؟ این 4 تا رو که زدی، روز پنجم رو بذار واسه آزمون دادن این 4 تا فصل. صبحی آزمون، ظهری آزمون، شبی آزمون. یعنی اگر می‌بینی اتفاق برات افتاده، تو هنوز به اون حد از تبحر برای دادن آزمون نرسیدی. با توجه به اینی که میگی بلدم، خلاف اون چیزیه که اولش گفتم آزمون بزنید پیدا کنید و کار کنید، مال تو برعکس اونه. تو همین الان یه دونه آزمون 10 15 تایی زیست تو یک فصل، مثلا گوارش از خودت بگیر، بشین قشنگ تحلیل کن و فکر کن. شب یه دونه دیگه بگیر و تحلیل کن و فکر کن. فردا قلب، صبح، ظهر، شب، پس فردا کلیه، صبح، ظهر، شب، پس اون فردا تنفس، صبح، ظهر، شب، روز بعد استاپ. 4 تا فصل رو با هم دیگه، صبح یا آزمونه مثلا 40 سواله، ظهر یا آزمونه 40 سواله، شب یا آزمونه 40 سواله. از الان که دارم میتونم تا 4 روز بعد هر روز یک فصل آزمونه 10 الی 15 تا سوال باشه. روز پنجم بر فرض مثال دستگاه عصبی، روز ششم حواس، روز مثلا هفتم دستگاه ایمنی، روز هشتم استاپ کن، بیا گوارش و قلب و تنفس و کلیه و دستگاه عصبی و حواس و دستگاه حرکتی رو مجموعاً از خودت یه آزمون مثلا 50 سوال بگیر. اینجوری تیکه تیکه میتونه درصد بکشه بالا. بازمون جامعه شروع کنیم. درست. عربی و دینی رو میتونم 60، علی آقا گفته 60 تا 70 بزنم، ولی برای فارسی و زبان مشکل دارم. شما میگید برای افزایش درصد چه کاری باید انجام بدیم؟ عربی بچه ها یه لحظه علی جان من برم بالتر ببینم. بچه ها همین پیشنهاد داده واسه علی، واسه سجاد جان که گیاهی رو بخون افزایشش به درصد. آره همین اینم خوبه. میگم حالا فصل بستگی به خود سجاد داره دیگه. خب بچه ها اینم یاد بگیریم. همین اسمش کردیه، چه اسم بالی. واسه حتما باید در طول هفته آزمون زد، استرس وارد میشه، حتما باید بعد از آزمون درصد بگیریم. آزمون دادن خیلی نگرانم کرده. بچه ها معراج یه چیزی رو گفته که فکر میکنم برای خیلیاتونه. معراج میگه آقا مثلا این آزمون زدنه همش به من استرس میده و درصد گرفتنش. اولش که معراج جان و بقیه بچه ها عرض کردم خدمتون، خواهش میکنم که درصد نگیرید. آقا بی خیال درصد. آره در من مثلا به بچه خودم هم حتی گفتم آزمون جامعه ها رو که میزنید کارنامهشون رو برای من بفرست، خودتون نبینید. چون آخه دنبال امتیاز و جایزه دادن به هم دیگه نیستیم بچه ها. فقط میخوایم بدونیم که ایراد کار کجاست. یعنی یه جورایی میشه گفتش که میخوایم مثلا آزمایش بدیم ببینیم چربیه چقدر بالاست، اوره چقدر فلانی، یا همه چی خوبه یا همه چی بده، غنده خوبه، این خوبه. دنبال امتیاز و جایزه نمیگردیم بچه ها. فقط میخوایم ایراد یا حسن کار رو پیدا کنیم. درست شد؟ بعد ببین معراج یه چیزایی هستش تو زندگی، همیشه از من بهت نصیحت، تا نری توش حل نمیشه برات. ببین من همیشه میگم بعضی از وقتا شرایط زندگی مثل اون حوضچه آب سرد تو استخره.
هی بری جلوش، هی پاتو اینجوری بزنی توش، دست بزنی توش، نمیپری. اونو باید یهو بپری توش. ببین سوزش تازیانه ای که تو رو از خواب غفلت بیدار کنه بهتر لالاییه که تو رو به خواب غفلت ببره. آخرش که چی معراج؟ تهش قربونت بشم که چی؟ آخرش که باید این آزمونه رو داد که. ولی ببینید بچه ها، وقتی میذاری میمونه. خیلی از ماها متاسفانه، دور از جونتون باشه الهی، خیلی از ماها به روز آزمون میبازیم، به همین استرس معراج میبازیم. تو شاید سوادت خیلی خوب باشه ولی استرابت باعث بشه نتونی از سوادت استفاده کنی. بعد کنکورم معراج جان کسی اصلا نمیپرسه چرا درصدت خدایی نکره مثلا خوب نشد، دیگه دلیلشو که کس نمیخواد. آقا این ترس و شکست برادرند، این ترس فقط تو رو عقبت میندازه. آخرش که چی؟ تو سرفتی ولی ما کنکور دایی تموش رفتی پی کارش. اتفاقا به عقیده من هر موقع که دیدید تو یک حالت بدی هستید، اون حالت بده رو بذارید براتون عادت بشه. دو بار، سه بار، چهار بار پای سرم دیگه برو توش و به هیچ وجه من الوجود در صدگیری فکر نکن، ترست خیلی میریزه. و هرچه که تکرار بشه این محیط استرس آور برات عادی میشه. الان خیلی اصلا مثلا دارم بهتون میگم تو اینستا اینا میبینیم، دیدیم اصلا زیر پسته مینویسه درآمد حلال، عکس دو تا مثلا کارگر رو نشون میده که مثلا بالای تاورکینگ از این جرثقیلای خیلی غول پیکر یا مثلا روی یک سازه خیلی وحشتناک مثلا فلزی دارن جوشکاری میکنن تو ارتفاع مثلا چه میدونم 200 متری سطح زمین. بعد مثلا واقعا پولش هم ولی حلال دو بارندش که مثلا ماها میگیم وای وای. ببین ولی اون برای اون وای وای نداره، برای اون دیگه عادی شده. ببین از این ورزش هستش که جامپینگ میگن، چی میگن اون بالا خودشون رو میندازن پایین، خیلی خیلی ورزش مهیجیه. شاید مثلا من واقعا میترسم که این کار بکنم ولی کسی که یه بار دوبار کرده براش عادی میشه. بذار این ترسه بریزه. شاید اگه منم دوبار اون بالا یه دوستی منو هول میداد پایین دیگه الان نمیترسیدم ازش. ترسا همه زائیده فکر آدم، وگرنه تنها که همه یکیه. نه ترس ازش برو تو، ولی نمیخواد تحلیل چیز بکنی، درصد گیری بکنی، خیلی آخه نیاز نیست. مثلا که چی؟ من چرا همیشه میگم مرحله آخر جامعه سنجش رو بچه‌هام ندن؟ من این تأکید رو دارم، مگر بچه‌ای که مرحله اول دوم جا مونده منو به هر دلیلی. میگم آقا تو یه هفته در روز مونده به کنکور، میخوای از اونجا بدی که به کجا برسی؟ اینو بلد نیستم، اونو بلد هستم، خیلی خوب که چی مثلا؟ میخوای استراب بخور آدم؟ ببین خیلی وقت خوب آدم یه چیزایی رو ندونه، خیالتون راحت، آدم یه وقتی نقاط ضعفش رو ندونه بهتره تو بدونه. ببین دونستن تا زمانی که وقت هست خوبه، اگر از وقتش گذشت ندانستن به نظرم بهتره. چرا؟ چون این موقع من به بیسواد بودن خودم رو میگم و میبازم، یه موقع بیسوادی و ذهن منفی خودم میبازم. به حداقل باختم به سواد کمتره تا باختم به ذهن و سواد. گرفتید؟ خیلی خوب بچه ما دیگه نرم نرمک با اجازتون قربونت بشم، مرسی. موحده جان ببینید شما الان فرمودی اکتفا به تست جزوه و سراسری به درصد خوب گرفتن کفایت میکنه. بچه من این نکته رو حالا موحده چیز دیگه گفت ولی من این چیز دیگر رو بهتون میگم. موحده من اول این جواب خدمت بدم. ببین تو میگی تست جزوه، جزوه کی؟ کدوم معلم؟ چی؟ ببین ببخشید مثلا دارم بهتون میگم جزوه واسه این نویسندهش داره، نویسنده کیه؟ کدوم جزوه است؟ هر جزوه‌ای که نمیتونه معتبر باشه. گرفتی چی میخوام بتونم؟ بعد ببینیم جزوه خب چیه، واقعا معتبر هست؟ خوبه، من معتبر ایشالله که خوبه. ولی یه چیزی رو بچه ها بهتون بگم، بلخص برای بچه هایی که دارن آزمون میزنن، طرف برمیگره میگه آقا مال نظام قدیم و من دوستم دیدم داره میزنه، که چی بشه؟ دنبال چی میگردی؟ چیزی که الان به درتون میخواد حرف منو گوش بده. یه نکته بهت میگم خیلی نکته باحالیه، تو رو خدا حرف منو گوش بده. یادتون میاد برگشته بودم تو جلسات چند تا جلسه قبل بهتون گفتم و طراح سوال کنکور یکم بد جنسه، فقط سواد تو رو نمیسنجه، صبر تو میسنجه، نمیدونم آرامش تو میسنجه. بعد یکی از کارهایی که میکنه فقط سواد تو که به چالش نمیکشه، فکر تو به چالش میکشه، آرامش تو به چالش میکشه، میخواد اذیتت کنه. ان شاءالله جلسه بعد کل دمونش با هم دیگه گپ میزنیم. ولی یه چیز جالب بهت بگم، آقا آزمون جامعه سنجشی رو که من زدم تو زدی مال 1401، به نظر تو طراح سوال کنکور نمیره ببینه اونو؟ آقا میشه نبینه؟ بعد تو فکر کردی میگه این سوال اونجا اومده اینشو بدم، نخیر میگه اون هرچی اون تو اومده من ندم. منطقا این کار انجام میده. بچه ها یادتون باشه چیزایی که الان میتونه در وهله اول بهتون جواب بده. یک، تست های کنکور سراسری داخل و خارج 499-98. ببین 499-98 بعد
بعد گوش بده. آزمون‌های جامع سنجش گزینه دو و قلمچی. سنجش اول از همه مرحله چهارم، گزینه دو و قلمچی مرحله سوم سال 1499 و 98. 1499-98. اول اینها رو پدرشو در بیار، بعد برو روی جامع سنجش مرحله سوم 1400، مرحله دوم قلمچی گزینه 2400، مرحله مثلا دوم سنجش 1400 و مرحله اول قلمچی و گزینه 2400. ببین روی اینا مانور بده، حرف منو گوش بده. رو آزمون جامعه های پارسال 1400 کنکور فقط نه، آزمون های جامعه 1400 نگاهی بندازی ضرر نمی کن. شاید بعد کنکور منو دعا کردی. موقع جام پس متعهد شوی رو چی مانور بدی؟ سامی فکر نمی کنم دیگه زیاد بتونیم بریم، نه؟ سعید جان رئیسی، من بچه‌ها دارم اینجا دونه به دونه می‌بینم چون یه سری از سوال تکراری رد می‌کنم. سعید جان در مورد تغییرات که فرمودید در مورد 1402 در مورد عمومیش گفتم، ولی بچه‌ها من این رو هم خدمت همگی عرض بکنم، ما با توجه به وظیفه‌ای که نسبت به بچه‌های کنکور 1401 داریم تا روزی که کنکور هست در خدمت اینا هستیم، چون سال بعدم شما هم این توقع رو از ما دارید که تا روز کنکور در خدمت شما عزیزان باشیم. ارادتاً آقای دکتر. خب بچه ها ببینید، مثلا باز هم الان نازنین از این پرسه که آقا مثلا درصدی لازم برای پزشکی. نازنین جان من، بچه ها جان من، قربونتون بشم، من اینو به نوع دیگری هم خدمتتون عرض کردم، درصد شما فقط ملاک نیست، درصد شما به نسبت بقیه درصدها مهمه، این هزار بار. نکته دوم، ببین پزشکی داریم تا پزشکی، پزشکی شهید بهشتی دانشگاه تهران داریم، پزشکی دانشگاه آزاد شیراز داریم، پزشکی بین الملل آبادان داریم، اینا درصداش خیلی با هم دیگه فرق میکنه. رتبه یک میتونه پزشکی قبول بشه، رتبه 2600 هم میتونه پزشکی قبول بشه، دنبال کدومش میگردی؟ خب این درصداش با هم فرق میکنه. یه چیز کلی میگید بچه‌ها، نمیتونم جوابتون رو بدم، شرمندهتون میشم. سامی میبینی این هی داره تکرار میشه، پزشکی، من نمیدونم کدوم پزشکی رو بگم. بچه ها ببینین، نازنین بازم یه چیزی رو گفته در مورد تحلیل زیست. ببینین زیست رو بخونید تا جایی که میتونید بخونید و کتاب درسی رو خیلی بخونید. ببین توی این دو هفته بچه ها کتاب درسی زیست رو تا میتونید خط به خط کتاب بخونید، به خدا ضرر نمی کنید. ببین دو تا چیز رو بهتون گفتم، یک خط به خط کتاب بخونید، دو سنجش گزینه دو قلمچیه سال 1400 آزمونهای جامع بعد از زیدش، از آخر بیایید به اول. اگر قرار به شباهتی باشه به عقیده من توی اونا احتمال بیشتری وجود داره، هیچ چیز البته قطعی نمیشه گفت، ولی عقل من به اینو میگه انشالله که درست میگه. خیلی خوب سعید جان رئیسی، تألیفی بهتر یا کنکور زدن؟ 100% کنکور زدن بهتره. آها، یکی از دوستای من آریان خان گل گلاب یه چیزی گفته که ما احتمالاً دیروز صبح تو لایف با بچه‌ها صحبتشو کردیم. آریان میگه که اصلا همش احساس میکنم همه درس ها رو بلدم، خداییش درصدام راضیم، کم کم دارم راحت طلب میشم، چیکار کنم؟ همه سه روز یه بار رو هم دادم. خیلی خوب بچه، یه چیز جالب براتون بگم. اولندش که آقای آریان خان و بقیه برا بچه‌های نازنین، آدمیزاد موجودیه که هر موقع احساس بلدی کرد از همون قسمت ضربه خورد. تو هر درسی که احساس میکنی خیلی بلدی منتظر باش اون حالتو بد کنه. ببین این جمله من هیچ وقت یادت نره، تو هر درسی که احساس کردی دیگه توش مدینه فاضله ای، توش دیگه دانای کلی، از همون اگه تو کنکور ضربه نخوردی هر چی دوست داشتی به هم بگو.
برمیگری به من میگی راست میگی من میدونم آریان، ببین الان مشکل نیست سر چی. آدم یه روزی روزگاری وقتی یه کتابی رو، یه قصه ای رو، یه فیلمی رو برای بار اول میبینه خیلی با دقت میبینه، برای بار دوم میبینه یه مقداری دقت کمتر میشه، ولی هنوزم شاید جذابیت خودش رو یه سکانسایش داشته باشه، ولی بار سوم و چهارم یه کوچولو کمتر میشه. درست شد؟ دیگه بار پنجم اونم نگاه نمیکنه، حتی حاضر نیست بده جلو، فقط خاموشش میکنه. الان میدونی مسئله سر چیه؟ شما برمیگردی میگی من همه کار رو کردم، منبع رو عوض کن، روال رو عوض کن. آریان میگه همه کنکورا رو زدم، همه کار رو کردم. سوال تر هم کردی آریان؟ آریان تو که همه کنکورا رو زدی، تو که میگه همه چیزو بلدم، اوکی خدا رضا مرتبه پد جات خیلی خوبه، الکی از دستش نده، خرابش نکن. اومدی آقا تمام مثلا تابه ها رو زدی، سواله تابه رو که زدی بذار همه رو کنار هم دیگه، همه رو بذار کنار هم دیگه، حدودا تو ذهنت یا تو ورق تا جایی که میتونی، از توی سوال تابه طرح کن. کردی این کارو؟ ببین یادت باشه اگر الان آدم بمونه یا یه مقداری سر اینی که میدونم بلدی و راست میگی تعلل بکنه، کمکاری بکنه، خدای نکرده زبونم لال مزد نتایجشو نمیبینه. حیف این مدت. سوال تر بچه ها، اگر احساس میکنید که تمام منابع رو دیگه داغون کردین، موج آزمون رو زدین، اینو زدین، همه رو زدین دیگه، تمومه، یعنی سخت آسون همه رو زدی، سوال تر کنی تا جایی که میتونی سوال تر کنی. و یک چیز دیگه هم یادتون باشه بچه ها، عموما ماها متاسفانه خیلی اون با کتاب درسی رابطه خیلی خوبی نداریم. به نظر من یه دور کتاب درسی رو کسایی که وقت اضافه دارن یه دور کتاب درسی رو بخونن، مطمئن باشید که ضرر نمی کنید. امیر حسین جان از من یه چیزی پرسی، من سوال رو مطرح نمی کنم، فقط میخوام جواب خودتو بدم. ببین به اون عددی که گفتی یه کمی بعیده، ولی به نصف اون عدد شاید بتونی برسی. ببین اون عددی که الان سی که گفتی بعیده، ولی به نصفش به نظرم میشه. آریان تو حرف منو خیلی گوش کن، خیلی توجه کن به چیزی که گفتم. موحده آره گفتیم مال چه چیزی رو میگی، ولی باز میگم معلم و معلم فرق داره، ولی به نظر من اول از هر چیزی این منابعی که بهتون گفتم رو داشته باشین. خیلی خوب سامی جان دیگه من نرم نرمک سوالو خیلی مال آخرین نفر رو هم به قول معروف بگم. بچه ها باز هم اگر سوالی چیزی بود اشکالی نداره، چون میدونی خیلی حجم زیاد میشه. جلسه بعدم بازم با هم دیگه من بتونی چیزایی رو میگم، بازم با هم دیگه صحبت میکنیم. قربونت بشم، مرسی عزیزم. سمانه جان شما پرسیدین این ترمیم معدل براش وجود داره عزیزم، از ترمیم معدل حتما استفاده بکن، یعنی این کار باید انجام بدی. بچه یه چیزی رو سامی یه چیزی رو میخواستم بگم ولی یادم رفت، باز اینا رو خوندم. محمد رضا اینجا از من پرسی چند روزی یک بار آزمون رو بدیم. ببینید بچه توضیح آخر براتون بدم، یه بارم قبلا گفتم، شما میگید آقا جون من چند روزی یک بار، بابا تو قالب روز نمیگنجه. یه آزمون بده، گوش به من بده، یه آزمون ببین، سه تا قسمتش کن. بذار نکته آخر رو بهت بگم: آزمون، تحلیل، مرور. قربون قدت بشم، آزمون، تحلیل، مرور. چی شد؟ آزمون، تحلیل، مرور. یه دونه آزمون کنکور مثلا 1400 داخل رو بده، تحلیلش کن، تمام که شد برو آزمون بعدی رو بده. تو شاید مثلا آزمون سبکی بود، یا تو مثلا ماشاءالله اوزعبالت خوبه، صبح آزمون رو دادی تا شب تحلیل شد، فردا صبح آزمون بعدی رو شروع کن. دو تا یا سه تا آزمون بده. مثلا فرض میکنیم رشته تجربیه، وقتی دو تا یا سه تا آزمون دادی یعنی تو 100-150 تا سوال زیست زدی، تحلیل کردی، گیر و گرفتاری و دفندازهای زیست که برات احتمال رو وجود بیاد و پیدا کردی. حالا بیا یه قسمتی از اون اشکالا رو برطرف کن، از نو برو آزمون. مثلا 1400 داخل رو دادی، تحلیل کردی، سری برو 1400 خارج رو بهش روز داری تعیین می‌کنی، همون روز بود، فردای صبحش بود، فردای ظهرش بود، برو. هر چقدر آزمون ها تایم صبح باشه بهتره، ولی این دلیل نمیشه که حالا اگر مثلا تحلیل تا ظهر طول کشید تو ظهر دیگه بخوابی الکی بری کار اضافه بکنی. نه عزیزم، تو همون ظهر آزمون مثلا 1400 خارج رو شروع کن، 1400 داخل رو دادی، 1400 خارج رو
دادی؟ درست شد؟ 50 تا سوال زیست پس تو طرح کردی؟ چی تحلیل کردی؟ حالا محصلش این میشه میگه آقا بله، نه گوارش هم نیاز به یه دوره داره، نه مثلا دارم بهت میگم تلمس جانوریم نیاز به یه تست داره، گیاهی رو هم باید یه حالی بهش بدم. خیلی خوب، این سه تا فصلی که گفتم، اونی که باید تست بزنی بزن، اونی که باید دوره بکنی دوره کن، اونی که باید درسامشو بخونی بخون، بعد برو 1399 داخلو بزن، بعد خارجو بزن، همینجوری مرحله مرحله بیا پایین. خیلی خب، بسیار ممنونم ازتون که وقت گذاشتید، امیدوارم که کلی اتفاق خوب براتون بیفته و واقعا منتظر یک نتیجه بسیار بسیار خوب از هم شما عزیزان هستیم. امیدوارم که خدا پشت و پناهتون باشه. هر روز صبحم که بعد این امتحانا، هر روز تا زمانی که امتحان تموم بشه، روزهایی که امتحان نیستم، که 6:30 صبح در خدمتتون برای بچه 1402 هم تو این یکی دو روزه شروع میکنیم به صحبت کردن در مورد روال سال آینده. به امید خدا در خدمتتون هستم. خیلی ممنون، متشکرم که وقت گذاشتین. خدا نگهدارتون باشه. مرسی.